من یه مقدار خریدامو انجام دادم، حالا بهتون میگم از کجا و چه قیمت. که دیدم نظرها همه روی سبزه، دیگه بیشتر زوم کردم روی سبز، اینا رو گرفتم. این قیمت ها و اینا هم اینجایی که نشونتون بدم بعدن. از اینم خیلی خوشم اومد که خونه خونه است و چند مدل وسیله میشه توش بذاریم. حالا داریم میریم بقیه خریدارم انجام بدیم که یه دفعه بهتون نشون بدم. مامان داره مساجو میاره که اونجا براش سفید کنه. این جذبه ای منم ببینید به چه روزی افتاده. اینو نگین گذاشته روی اجاق گاز قهوه درست کنه، یادش رفته. اینم سوخته. حالا میخوام نشون بدم ببینم که درست میشه، توشه میشه دوباره قلب بزنن یا نه، چون مامانم امروز داره مساجو میاره که سفید کنه. بعد یه نکته دیگه که من دیگه میخوام از این به بعد رعایت کنم اینه که دیگه میخوام کیسای پارچه‌ای ببرم برای خریدام. دیگه از کیسه پلاستیکی استفاده نکنم. بیایم اینو فرهنگسازی کنیم که همیشه چند تا از این کیسه ها داشته باشیم برای خرید ببریم، که دیگه تا میتونیم از کیسه پلاستیکی دوری کنیم و کمتر استفاده کنیم. سلام به همه دوستان. من رفتم زنگ زدم مامان رو گفتم بیاد پایین که با هم بریم بقیه وسیله ها رو بخریم که مساژ هم بیاره اونجا سفید کنه. دیگه همین. آقای فیلم بردار وسط اینجا هم اینه که مد نظر منه داره. بریم ببینیم چند قیمت. آره باید پاک کنم. سیاه نمیشه. آره باید پاک کنم. سیاه نمیشه. سیاه نمیشه. اینا. نه باید نانو شدن. سیاه نمیشه. تابا فرد بها اون چرخیتی ها رو چه خوشگلن بنفشه. آها اونم جام خیلی بزرگه همه چیز. اینا برقیش بود، همین شکلی برقیش بود. اینجا خریدی؟ ای عباس این برقیه، این برقیه برقیه سری؟ آره اینجوری باشه باز خوبه. کلور داخلی چی؟ بذار برم تو ببینم چی داره. چای میریزم خیلی از اینا برقیشو دلم میخواد. ببینید کتریایی که رنگی، همه میگن رنگاش میره. کاش از اینا هم برقیشو داشتم. ببینید دنیای سماوره. این چقدر خوشگله. دستهاش چوبیه.
قیمتش 6 تومن 8 تومن 4 تومن آقا از این برنجی برقیشو ندارید؟ یه برنجی اینجاست. اون نه. این دست چوبیه چی؟ این دوتا خیلی خوشگله. این همه ما را رفتیم آخر اینو پس نمیدن که حالت سنتی بشه. این همه سماورم اینجاست ولی هیچ کدوم این نشد. یه ترفیفش نروخ کرد میشه هم دیدی پسرم جنس بود میاره به شما میده. قوریش چه جنسیه؟ برنج. آه برنج. نه قوری میخوام گل سرخه بذارم روش. سینجا اینا هم سنگیه جدیدن اومده ولی خب حس و حال اون سماور قدیمی ها رو نمیده دیگه. آن خانم هم خدا رفت جای چی بره شدم فریدم بشه کنجا میگرم برم سیمی شد و جامش هم دارم پاک میکنم. جامش هم پایه دار کارتون هم اینه اینجاست بوده باشم خودش. خب دست شما درد میکنم مدل خوش استفاده کنید. دو بار بگیشون بریز دور برای بار سه بار خوش اینا رو نمیخواستم این قوری ها رو میخوام گل قرمزی بذارم. آب توش گیش بیدی فرمون سماور کلن از 3.5 به بالا گفتید سماور از 3.5 به دونیم گازی از 2.5 گازی از 2.5 به بالا کارت منو داری دیگه همون خواستم خواهش مو سماور گازی از 2.5 دارن به بالا. اون سری من از اینا فیلم گرفته بودم انقدر خوشتون اومده بود قیمتشو نپرسیده بودم. قیمتش 90 تومنه. فلوفوریاش چقدر؟ 150. انقدر خوشگلن نمیدونم کدوم رو انتخاب کنی. خیلی قشنگه. من کارتون باید باز دارم شده. اینجا اینقدر خلوت نبود مردم می اومدن خرید گم می شدی تو جمعیت. ببینیم واکنش حسین چیه. حسین سماور دوست داره اتفاقا. سلامت باشی. چه با منزه هست؟ چند لیتریه؟ این 3 لیتره. چهار؟ نه 3 لیتر. به خونه ما خوش اومدی. اونم سینی و جامشه. چی؟ کجا میخوای بذاری؟ کجا؟ حالا جاشو پیدا میکنیم اونجا جمع و جور بشه؟ ببینیم کجا بذاریم. خوبه پس حسین؟ خیلی. تمیز کنیم دوباره باید آب بجوشونیم خالی کنیم. دیگه آشپزونه که تکمیل شد یه جایی تعیین میکنیم برش میذاریم. خب امروز هم بازارگردی ما رو دیدید. خیلی خسته ایم. خیلی راه رفتیم دنبال این سماور. من خیلی گشتم تا پیدا کردم. چون که بیشتر سماور من نمیدونم چرا گازیه. هر مدلی که من میپسندیدم میگفت گازیه. بعد رفتم سراغ چای ساز دیدم که
همون مارکایی که ترکیه‌ای هست، حالا ایرانی به کنار، وقتی که از دور میبینیم خیلی خوش رنگه و خوشگل به نظر میان، ولی وقتی که میریم نزدیک دیگه دست که میزنی حالت پلاستیک داره. و بعد این رنگی های جدید و چند تا فروشنده با انصاف به من گفتن خانم اینا خط و خش میفته، رنگاش از بین میره، اگر میخوای بگیری چای ساز از این بلورا بگیر یا از این استیلا که حالت پیرکس داره بگیر یا استی، چون که این قرمزا و آبیا و خوش رنگا و اینا خط میفته. چند تا هم نشونم دادن که خط افتاده بود. دیگه گفتم که چیکار کنم، بذار برم سمت همون سماور خودمون که حالت سنتی هم بشه که دوست دارم، ولی خب بازم دلم میخواست جمع و جور باشه، سماور مثل حالا از این نقره یا نباشه. که گشتم اینو پیدا کردم که دیدم حالا دستهاش هم چوبی و اینا چوبیه، خیلی خوشم اومد. بعد جامش و اینا رو همه رو گرفتم توی حالا اونجا نشونتون دادم. دیگه با اینا که اینو فاکتور و آدرس و همه رو گذاشتم که حالا خواستیم بشینیم همه رو شما ببینید از نزدیک، که خیلی از نظراتتون تشکر میکنم. واقعا انقدر من با ذوق این دفعه کامنت ها رو باز میکردم، تون تون میخوندم، که منتظر نظرهای شما بودم. همگی خوش سلیقه، همگی خیلی وقت خودتون رو گذاشته بودید و واقعا فکر نمیکردم اینجوری باشه. که گفته بودید که خیلی از دوستان گفته بودن که قرمز خیلی تنده، به سلیقه نگین از سبز استفاده کن، که من همون کار انجام دادم. بعد خیلی نظرهای خوبی داده بودن در مورد اینکه کابینتی که نوده حالا سفید و قهوه‌ایه، رنگای سبز و آبی بهش میاد، با قرمز حالت تضاد پیدا میکنه، که خب دیگه اونم نظر دوستان بوده، درست بود. بعد یکی از دوستان گفته بود که از گلدونایی که میخوای استفاده کنی برای اینجا اگر مسی بگیری به رنگ کابینت و اینا هم میاد. بعد خیلی از دوستان گفته بودن که شما کاشیایی که بین کابینتتون هست شلوغه، به خاطر همین هر دیزاینی که انجام بدید قشنگی نداره، شلوغ‌تر میشه، شما کاشی ها رو عوض کنید. که خب ما باید در حدی تغییر بدیم که دیگه خب صدای صاحب خونه در نیاد دیگه، در حدی که بتونیم. که بعضی از دوستان گفته بودن که شما میتونید کاشی ها رو کابر کنید با این چسبا، یه رنگ کرمی سفیدی چیزی بزنید روش که میخواید حالا چیزهای مختلف اونجا باشه و دیزاین کنید به چشم بیاد. اینم خیلی نظرشون رو من پسندیدم، راست میگن، چون شلوغ این کاشی ها خیلی حالا چیدمان و اینا به نظر نمیاد. که اونو باید چاره براش بیاندیشم، ببینم که اگر از این برچسب با من بزنم بعدن مشکلی پیش نمیاد، میتونیم مثلا حالا بکنن از روش و هیچ مشکلی برای کاشی پیش نیاد، اینا رو باید من تحقیق کنم ببینم چطوریه. بعد این که در مورد این روی ظرفشویی نظر داده بودن دوستان، که گفته بودن کلن بپوشون، یه چوبی بیاورید که اندازش باشه، منظم تر میشه. اونم باید برم توی فکرش. در مورد میله ها هم گفته بودید که اگر، بعضی از دوستان گفته بودن مشکی، بعضی از دوستان گفته بودن طلایی، که به رنگ کاشی ها بخوره. دیگه اونم حالا موقع خرید حتما با خودم میبرمتون. دیگه چی بود؟ آهان، یکی از دوستان گفته بودن که شما از همه واجبتر برای آشپزخونه‌تون هوده، که هود ندارید. ما هود داریم، زیر این کابینت هست، اینجای این هوده که اینجا کار شده، کابینت اومده روش. قدیما هودا مشخص بود، یعنی قدیما که نه، یه مدل دیگه هست که هود مشخصه، ولی خب این مشخص نیست. اینم از هود آشپزخونمون، اینم چشم، از اینجا بر میدارم، خودم نظرم همین بود، میبرم اون بر. بعد دیگه همین، میخواستم تشکر کنم تا قبل از اینکه آشپزخونه چیده بشه، حالا قبلش میخوام نظافتشو بگیرم، که کامنت داشتم گفته بودن که ما وقتی که شما نظافت انجام میدید ما ترغیب میشیم با شما کارا رو انجام میدیم، به وجد میایم و اینا، برامون بذارید. حتما این بار براتون میذارم. خواسته بودید که شوینده که چی استفاده میکنیم، یا این که از کجا شروع میکنیم، من براتون بذارم. حتما چشم، من وقتی که خواستم آشپزخونه رو تمیز کنم بعد چیدمان کنم، حتما براتون فیلم میذارم که ببینید. بعدش هم میریم سراغ چیدن آشپزخونه. حالا من وسایلو کم کم بگیرم تا اینکه کامل بشه. بازم ممنون از نظرات خوبتون، تا اینکه با هم دیگه بریم خرید ببینیم که چی میشه. به خدای بزرگ میسپارمتون، تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.